اگه به داستان بازی ها علاقه دارید و دوست دارید داستان های دنباله دارش رو پیگیری کنید، روی علامت سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا در صورت آپلود ویدیوی جدید از اون مطلع بشید. در سال 1981 شرکت آمبرلا شخصی را استخدام می کند به نام الکسیا اشفورد. همانطور که گفتیم الکسیا در واقع نوه اشفورد که یکی از مؤسسان آمبرلا بود و به دستور اسپنسر کشته شد می باشد. در واقع الکسیا یکی از دو فرزند مصنوعی الکساندر است که در آزمایشگاه به وجود آمده. او بسیار نابغه بود، به طوری که با وارد شدن به آمبرلا ویلیام برکین موقعیت شغلی خود را در خطر می بیند. برکین برای اینکه دوباره خودش را در آمبرلا نشان دهد دست به حرکتی خلاقانه میزند و با ترکیب DNA یک انسان مبتلا به ویروس تی و DNA یک سری موجودات زنده، موجودات و در واقع حیولاهایی را خلق میکند به نام BOW که وظیفه‌شان از بین بردن آن 10% از مردم دنیاست که به ویروس جدید تی مبتلا نشدند. BOW مخفف بایو ارگانیک وپن میباشد. با این کار تمام مردم دنیا یک دست می شوند و همگی تحت فرمان آمبرلا می باشند. این هیولاها همانهایی هستند که ما در طول بازی می بینیم، مثل لیکرها که معمولا به سقف می چسبند یا هانترها که شبیه مارمولک یا قورباغه‌اند. با ایجاد BOW مشکل همگیری ویروس جدید تی نیز حل می شود و ویروس جدید تی هم تقریبا انتظارات آمبرلا را برآورده می کند. اما هنوز مشکل هوشیاری میزبان ویروس حل نشده است. گفتیم که مارکوس به کمک وسکر و برکین در انجام تحقیقاتش به گشایشات بسیاری میرسید و پیشرفت میکرد و همین موضوع باعث شده بود که جایگاه مارکوس بین کارکنان آمبرلا ارتقا پیدا کند. اسپنسر با دریافتن این موضوع و با علم به این که با افزایش اعتبار مارکوس در آمبرلا موقعیت خودش در خطر میفتد، به صورت مخفیانه دستور قتل مارکوس را صادر میکند و به این ترتیب مارکوس در آزمایشگاه خودش که جدا از آزمایشگاه اصلی آمبرلا واقع در زیر زمین قصر اسپنسر بود کشته می شد و جسدش در شبکه فاضلاب زیرزمینی انداخته می شد. Time to die, Doctor. Wesker, Birkin. جالب اینجاست که وسکر و برکین با اینکه دستیار مارکوس بودند و در توسعه ویروس تی او را همراهی میکردند، در این قضیه طرف ماموران اسپنسر در میآیند و در سربنیز کردن مارکوس با آنها کمک میکنند. بعد از قتل مارکوس، وسکر و برکین تمام تحقیقات او را به چنگ می آورند و خودشان به تنهایی مشغول کار روی پروژه توسعه ویروس تی می شوند. دقیقاً در همان زمانی که اسپنسر دستور قتل مارکوس را صادر می کند، مارکوس موفق شده بود با کار کردن روی ژنوم زالو به موجودی دست پیدا کند به نام کوین لیچ یا زالوی ملکه. بعد از قتل مارکوس و انداخته شدن به کانال فاضلاب، این زالوی ملکه که از قضا همراه مارکوس به شبکه فاضلاب راه پیدا کرده بود، شروع به تغذیه از بدن مارکوس میکند، به طوری که DNA مارکوس با این زالوی ملکه ترکیب میشود و تمام اطلاعات ذهنی و روحی و خاطرات مارکوس به مرور به کوین لیچ منتقل میشود، به طوری که بعد از مدتی و با رشد کردن کوین لیچ، این موجود تمام افکار و خاطرات مارکوس را در خود دارد و در واقع فکر میکند که مارکوس است و باید از وسکر و برکین و اسپنسر و کل شرکت آمبرلا انتقام بگیرد. Revenge on Umbrella.
Resident Evil Zero. گفتیم که بعد از مرگ مارکوس، وسکر و برکن کل تحقیقات مارکوس را به چنگ می آورند و کار روی پروژه ویروس تی را ادامه می دهند. از طرفی وسکر موفق می شود که رئیس گروه استارز شود. گروه استارز همانطور که گفتیم یکی از واحدهای نظامی RPD یا اداره پلیس شهر راکون است. استارز مخفف Special Tactics and Rescue Service می باشد. این گروه شامل اعضای زبده با مهارت‌های نظامی بالا است که خود به دو گروه براوو و آلفا تقسیم می‌شوند. وسکر به واسطه رابطه‌ای که با رئیس پلیس شهر راکون یعنی برایان آیرونز داشت موفق می‌شود که رئیس استارز شود. برایان آیرونز بعد از مدتی و به واسطه رشوه‌های زیادی که از شرکت آمبرلا بابت پیش بردن اهداف به مد نظر آنها می‌گرفت، دست پرورده آمبرلا شده بود و کاملاً در جهت منافع آمبرلا کار می‌کرد. چندین سال به همین منوال می‌گذرد تا اینکه در آزمایشگاه اسپنسر اتفاقی رخ می‌دهد و ویروس تی به طریق بین کارکنان آمبرلا پخش می‌شود و آنها را مبتلا می‌کند. در همین گیرودار BOW ها هم به طریق آزاد می شوند و در محیط آزمایشگاه رها می شوند. مسئولان آمبرلا برای اینکه جلوی این فاجعه را بگیرند، تمام ورودی های آزمایشگاه را می بندند و آزمایشگاه را ایزوله می کنند. اما با این حال تعداد استک های مبتلا به ویروس از آزمایشگاه خارج می شوند و وارد کوهستان جنگلی آرکلی در اطراف قصر اسپنسر می شوند. پس از مدتی و با زیاد شدن گزارشات مرگ و میر در منطقه آرکلی و درس کردن اخبار در رسانه ها، وسکر و آیرونز که اوضاع را بحرانی میبینند، شاخه براوو از گروه استارز را به منطقه میفرستند تا ببینند اوضاع از چه قرار است. اگه به داستان بازی ها علاقه دارید و دوست دارید داستان های دنباله دارش را پیگیری کنید، روی علامت سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا در صورت آپلود ویدیو جدید از اون مطلع بشید.